سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن ابری با شما خواهم بود. چون پنج شنبه شبهای دیگر، امشب نیز در نیمه نخست با من و شما خواهند بود آقای منصور اوسانلو. نگاهی خواهیم انداخت به آخرین رویدادها در عرصه کارگری ایران، اما در ارتباط با همین زمینه بررسی خواهیم کرد چرایی و چگونگی قتل جمال حسینی را، روزنامه نگار در ترکیه که در خبررسانی در مورد عرصه کارگری در ایران بسیار فعال بوده، و همچنین بررسی خواهیم کرد که چرا قاتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی که در زندان در زیر شکنجه ماموران ولایت فقیه به قتل رسید، چرا قاتل او به حبسی کوتاه مدت محکوم شده است و عدالت در جمهوری اسلامی، در حکومت فقیه کجاست؟ همونطور که اشاره کردم با من و شما هستند آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی، در نیمه نخست برنامه. تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی عزیز سلام به شما. سلام به شما، هم میهنانمون و همکاران گرامی در قسمت فنی و فرمان. آقای اوسانلو، اجازه بدین از اینجا آغاز کنیم، چون خبرنگارانی که به هر حال در خبررسانی، در انتشار اطلاعات، به ویژه در مورد حقوق بشر که میدونیم کارگران ایرانی رو هم در رأس اونها در بر میگیره، نقش دارن، به هر حال به یک ترتیبی خود شما اشاره کردید، کارگران خبر، کارگران رسانه، کارگران اطلاع رسانی تلقی میشن. آقای جمال حسینی به قتل رسید در ترکیه. تفسیر شما رو میشنم، میدونم شما با شما در ارتباط بود و همینطور در اطلاع رسانی در مورد کارگران ایرانی نیز فعال. بله، سپاسگزارم که به این نکته میپردازیم. جمال حسینی یک زحمتکش واقعی و یک جوانی بود پر از نیرو و انرژی. از موقعی که در داخل ایران بود، خب یک بار دستگیر شد و بعد در دوران مربوط به تظاهرات دانشجویان و اعتراضات مردم در سال 1378 و قضایای بعد از 18 تیر، ایشون به همراه چند جوان دیگر اومدش به خارج از کشور و در ترکیه، و اونجا از سال 1384 به بعد تونستن مجموعه فعالان حقوق بشر رو راه اندازی کنن و ایشون جزو پایه‌گذاران این نهاد حقوق بشری بود. یکی از کارهای مهمی که ایشون کرد به همراه دوستانش، راه اندازی چندین نشریه و سایت و مرکز آمار و اسناد در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران بود، که از جمله کارهای مهم جمال تشکیل پرونده نقض حقوق کارگران ایران بود که به شکل بسیط هر ساله و هر فصل در کنار نقض حقوق بشر در ایران با آمار بسیار دقیق از اعتراضات، دستگیری‌ها و سرکوب‌ها و کشتاری که کارگران در کنار دیگر زندانیان شدن رو در این آمار سالیانه با دقت تمام منتشر میکرد.
همچنین ارتباطی که ایشون تونسته بود طریق دوستان دیگه داشته باشن با خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های زندانیان معمولی حتی، و تجاوزاتی که به حقوق مردم و حقوق زندانیان میشد و اطلاع رسانی روزانه و میتونم به شما بگم ساعت به ساعت از وضعیت حقوق بشر در سایت هرانا که با کمک دوستان و یارانش این کار رو انجام میداد و خار چشم جمهوری اسلامی بود. و این جمله است که خودش در مصاحبه‌ای که با پیام صلح داشت بیان کرده بود و چندین بار برای ایشون ترور شخصیت کردن به نوعی که برای ایشون و دوستانشون در جمهوری اسلامی و پرونده هایی که در برنامه 830 منتشر میکردن انواع تهمت ها و دروغ ها هم در تلویزیون جمهوری اسلامی به ایشون زدن. آقای اوسانلو، ببینید نظر شما، نگاه شما به مسائل جاری در ایران به عنوان یک فعال کارگری سندیکایی که به دقت دنبال میکنه عرصه‌های مختلف رو در ایران ارزشمند هست. به هر حال تمام مسائل به نحوی به هم مربوط میشه. یکی از مسائل همین حرفای اشاراتی است که آقای ظریف وزیر خارجه حکومت ایران زده که حکومت ایران میتونه به نحوی الگو باشه برای کشورهای دیگه، جامعه بشری و و و، حرفی که صبح تا شب بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی میزنن. این حرف تا چه اندازه واقع بینانه است و اگر نیست چیست؟ حرف امثال ظریف. بله، امثال ظریف در رابطه با اینکه دیکتاتورها و حکومت‌های ضد مردمی چطوری میتونن مردم رو سرکوب کنن، یک نمونه خوبی رو از جمهوری اسلامی ارائه میده و به دیگران داره میگه که همین الگو رو رعایت کنید. این رو برای مردم نمیگه، برای نمونه برخوردی که حکومت داره با همین مسائل کارگری ایران میکنه. یه خبر جدید است، من میگم اینو وصل میکنم به سوال شما در رابطه با آقای ظریف که ببینید تو چند تا کشور این کارها رو با این پیچیدگی ها میکنن. از موقعی که به اصطلاح من خودم اومدم از خارج از کشور و سعی کردم اینجا اطلاع رسانی کنم، مسائل کارگران ایران، زحمتکشان ایران رو مطرح بکنم، میبینیم که چه توطئه‌ای شد و چه تهمتی زدن تا امروز از طریق اطلاعات و عوامل پیدا و ناپیدای اونها در مثلا سایت‌هایی که داشتن، سایت‌های مربوط به سایبری سپاه. بعد از اون اومدن بسیاری از کارگرها رو دستگیر کردن در اول ماه مه و اونها رو بردن زیر فشارهای مختلف و از جمله به بعضی از دوستان ما که در سندیکای فلزکان مکانیک دستگیر کرده بودن و بقیه کارگرها خیلی فشار آوردن که به هیچ وجه به اوسانلو نباید نزدیک بشید و اون از ایران خارج شده جزء عوامل نمیدونم امپریالیست و ضد انقلاب و اینهاست. و از اون طرف دوباره اومدن گفتن که اگر هر کسی کمک از خارج از کشور بخواد بگیره جزء جرمای سنگین حساب میشه و کارگر اخراجی و زندانی و خانواده بی دستمزد و بی حقوقش رو که حقوقش هم قطع کردن بی پناه قرار میدن در فشار. پنجم همین مرداد ماه دوباره اومدن دو نفر از اعضای سندیکای فلزکار مکانیک رو دستگیر کردن، بردن زندان، یکیشون رو در دفتر پیگیری اطلاعات در تهران و یکی رو هم در دفتر اطلاعات لاهیجان که اهل شمال هستن و اونجا اینها رو بسیار تحت فشار قرار دادن و زیر فشار از اونها خواستن که یک بیانیه منتشر کنن بر علیه بعضی دیگر از دوستان فعال سندیکایی و به نوعی در ارتباط با همکاری که با همدیگه داریم در داخل و خارج برای دفاع از حقوق کارگران. و این دوستان رو آنچنان تحت فشار قرار دادن که موقعی اومدن بیرون از اطلاعات حتی با دوستان خودشون هم اومدن درگیر شدن و به همدیگه اتهام زنی کردن از ترس اینکه مبادا هزینه بیشتری رو به گردن اونها بندازن و حتی اونها رو فشار آوردن که یک بیانیه رو منتشر کنن بر علیه سندیکالیست‌های دیگه، کسایی که همکار خودشون بودن و کارهای سایتی و فیسبوکی سندیکای فلزکار مکانیک رو انجام میدادن. یعنی ببینید پیچیدگی حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب فقط یه جنبش کوچیک کارگری در قسمت‌های مختلف چقدر پیچیده است. از یه طرف تحت فشار قرار میدن، از یه طرف حقوق بهشون نمیدن، از یه طرف تو بیکاری و زندان نگه میدارن، از یه طرف یک جنگ داخلی بین خود کارگرها حکومت میخواد درست کنه که یه سری عوامل ناآگاه هم
اونو تقویت میکنن و حتی از اونا میخوان بیانیه بر علیه همدیگه بدن، از داخل زندان، از داخل سندیکا، تحت فشار و به نوعی کارگران رو جلوی همدیگه قرار بدن. خب من که اینجا کاملا درسته، یعنی به این طریق کارگران رو علیه همدیگه برانگیزن، دوستان رو به دشمن تبدیل کنن، ولی خب این ترفند رنگ باخته است و دیگه اثری نداره. اینی که کارگری رو علیه کارگر دیگری رو، همکاری رو علیه شما، شما رو علیه همکار دیگه، اینا دیگه خوشبختانه اثر چندانی نداره. و بنابراین یه همچه حکومتی به قول آقای ظریف میتونه الگویی باشه برای همه جای جهان دیگه، چون این عدالتی که حاکم هست و چون این نگرانی، و این نگرانی از کجاست آقای اوسانلو؟ که حتی در خارج از کشور، ببینید الان خبرنگار واشنگتن پست در ایران زندانی هست که در حمله به خونه اون آقای جیسون رضاییان و همسرشون یک نگهبان ساختمان رو پاسدارها کشتند و همین راحتی. اون وقت برای مسئله غزه سینه به تنور میچسبونن از ملایان شیعه حاکم بر ایران تا کارگزاران به اصطلاح کلاهی اونها، امثال ظریف و بقیه. اما میبینین چنینه، یعنی اینکه میرن کسی رو بازداشت کنن که اون هم حالا چرا بماند، گزارشگر واشنگتن پست رو، ولی سرایدار نگهبان خونه که وظیفه‌اش هست بپرسه کی هستین کجا میرین، برگیره باید نشون بده. شما اینجا میدونید دیگه، در آمریکا اف بی آی اگر بیاد در خونه شما یا هر کسی، موظف هست تمام اوراقش رو نشون بده، خودش رو معرفی کنه. شما مجاز هستید و به طریقی که قانون براتون اختیاراتی که دارین رفتار کنید. ولی زدن و کشتن. این حکومت خب الگو خواهد بود. حالا پرسش من این هست که نگرانی هنوز از چیست؟ که یک خبررسان مثل جمال حسینی در خارج از ایران داره تلاش میکنه اطلاعاتی رو منتشر میکنه، باید کشت. اصلا مسئله اساسی اینه که حکومت خودش میدونه پایگاه مردمیش خیلی خیلی ضعیف شده و به زور همین سرکوب و توطئه براندازی و تفرقه افکنی و انواع دروغ‌ها و تهمت‌هایی که به مبارزین مختلف میزنه و در بین طبقات مختلف مردم و مبارزینی که در داخل و خارج کشور هستن، با خرج پولای میلیاردی و نقشه کشیدن‌های پیچیده‌ای که آقای ظریف به عنوان نمونه ارائه میده به همه حاکمان دنیا که بیاید از شیوه‌های ما استفاده کنید برای سرکوب مردم، همش توی همین پاشنه آشیله است که حکومت به هر حال با این اطلاعات و تشکیلاتی که داره میدونه که جای پا نداره و اگر افشاگری ها بیشتر از اینها بشه و اگر دست اینا بیشتر رو بشه، طبیعتا مردمی که به مرحله مثلا ترس و یأس رسیدن، این یأسشون میشکنه موقعی که میبینن مبارزینی وجود دارن که با اطلاع رسانی از تو زندان ها، خانواده های زندانی، خبرنگار های شجاع، کارگرهای مبارز مثل ستار بهشتی و امثال اون، مثل جمال حسینی در سایت هرانو و همکارانش، مثلا یه آدمی مثل من یا شما که اخبار کارگری، اخبار حقوق بشری، زندگی مردم و آمارها رو، تورم رو، گرونی و واقعیت‌های زندگی مردم رو مورد بررسی قرار میدیم، به گوش مردم اگر برسه، خب این مردم یواش یواش تصمیم میگیرن، یواش یواش به فکر میفتن. شما نگاه کن، فقط ترور نیست یا کشتن نگهبان خونه اون خبرنگار جیسون نیست، اینها اومدن پارازیت رو در سطح روستاها و شهرهای کوچیک دارن ایجاد میکنن با این تیرای پرچمی که نصب میکنن و اتوی اونا روی زمین پارازیت پخش میکنن، چون دیگه در سطح فضا بیخیشون رو گرفتن که امکانات ماهواره خودشون هم نهادهای بین المللی قطع بکنن، مجبور شدن روی زمین الان پارازیت پخش میکنن. همه اینا هم با هم هماهنگه که اطلاع رسانی و حقیقت و شجاعت به گوش مردم ایران نرسه. تحلیل من اینه. و اینکه لرزان پایه هاشون که دست به جنایت میزنن، حتی نگهبان یه خونه رو میکشن، یا ستار بهشتی رو، یه کارگری که وبلاگ نوشته میکشن،
یا در زندان اون همه از زندانی ها رو میکشن. اینه که همه اینها به هم وصله و جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات آزاد در کشور هدف اینها هست. آقای اوسانلوز، روانش شاد ستار بهشتی رو اشاره کردید، کارگر ایرانی و بلاگ نویس، کارگر ایرانی که در زندان زیر شکنجه 3 روز پس از بازداشت کشته شد، مادر ارجمند و گرامی ستار بهشتی، چهره رنج دیده مادر ستار بهشتی، عملا بر وجدان انسانهای آگاه، انسانهای عدالتخواه سایه افکنده و فراموش شدنی نیست. نقش چهره مادر بهشتی و نقش چهره مادر سهراب عرابی و جوادی فر، امیر جوادی فر و بسیاری دیگه از جوانان مردم، ندا آقا سلطان و و هزاران 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 جوان رعنای ایرانی که در خاک خفتن، چه زیر شکنجه که چه در خیابانها و چه در زندانهای ولایت فقیه در شهرستانها، همینطور امید رضا میر سیافی و بسیاری. دادگاه آمده و قاتل آقای ستار بهشتی رو، این هم عدالت اسلامی، مجازاتی که قائل شده 1-2 سال زندان تعزیری هست و تبعید به برازجان هست و از این حرف ها. ببینید این پرسش شاید بسیار عجیب باشه چون پاسخش هم کم و بیش روشن هست. واقعا عدالت در جمهوری اسلامی در حکومت فقیه، عدالت هم خودی و غیر خودی داره؟ همونطور که همه امکانات کشور به یک اقلیت ناچیزی شده خودی و در اختیار اینها قرار گرفته و بقیه مردم غیر خودی شدن، همینطور هم پرونده های قضایی و به قول شما عدالت هم مسلما خودی و غیر خودی شده. 3 سال حبس تعزیری، 2 سال اقامت اجباری در برازجان و 74 ضربه شلاق به اتهام توهین و فحاشی، همین اینو به قاتلی میدن که خودش هم اومده گفته آقا من زدم و توی دادگاه معلوم شده. خانم گیتی پورفاضل که وکیل خانواده ستار بهشتی هست، خودش میگه که روز پنجشنبه 16 مرداد واقعا این نامتناسب خواندن یک چنین مجازات برای قاتل این پرونده است، در حالی که خانواده خود ستار هم، مادرش و خواهرش و اینام، قبلا گفته بودن ما اصلا پیگیری این پرونده انصراف دادیم، حتی 700 میلیون تومان پول میخواستن به مادر ستار بدن که این پرونده رو رها کنه، قبول نکرد، گفت تا زمانی که واقعیت این پرونده معلوم بشه. واقعا صدور حکم 3 سال حبس برای یک قاتل جای تعجب داره. تو مملکتی که برای یک خبرنگار 6 سال 7 سال حکم زندان صادر میکنن و کارگری مثل ستار بهشتی اونطوری کشته میشه واسه یه وبلاگ نویسیش. مسئله اساسی اینه، ببینید الان انقدر رسوایی این حکومت جمهوری اسلامی زیاد شده که یک نهاد جهانی تحقیق درباره کشته شدن زندانیان در داخل زندان الان تشکیل شده که اسامی 42 نفر طی همین 3-4 سال گذشته که در زندانها به شکل مشکوک کشته شدن، از جمله ستار بهشتی، از جمله خانم جاله کاظمی، از جمله افشین اوسانلو، از جمله منصور رادپور، از جمله آقای علیرضا کرمی خیرآبادی هم در این لیست 42 نفره هستن که رسیدگی به اینها جزء دستورالعمل‌های کار آقای احمد شهید هم از سوی این نهاد بین‌المللی قرار گرفته. مسئله این رسوایی این حکومت در عدم رعایت حقوق بشر و عدم رعایت عدالت، همینطوری که شما گفتید که حتی عدالت هم خودی و نخودی شده، خودی و غیر خودی شده، الان نهادهای بین‌المللی به تدریج دارن وارد این مسئله میشن، همینطوری که جنایت‌های دهه 60 و به خصوص سال 67 هم پرونده‌هاش جدی‌تر در دیوان لایحه داره مطرح میشه که اونها هم اکثریتشون کارگر و زحمتکش و کارمند و حقوق بگیر بودن، خبرنگار بودن، کسایی که کشته شدن مثل رحمان هاتفی که تو کیهان کار میکرد و مثل خیلی های دیگه‌ای که شما میشناسید. یعنی مثلا اگه میگن استاد دانشگاه یا معلم، ایشون هم حقوق بگیر هست، در ازای کاری که میکنه حقوق میگیره، یا خبرنگار. یعنی اکثریت کسایی که جمهوری اسلامی کشته دقیقاً از طبقه کارگرن، از زحمتکشانن، مثل من و شما که الان کار خبرنگاری داریم همینجا میکنیم،
فرقی نمیکنه، در ازای کاری که میکنی یه مزد ناچیزی داری میگیری. این حکومت از روز اول اومده و طبقه کارگر رو قتل عام کرده و هوادارانش و انسانهای نیک و نیک سیرت، کسایی که از حق و عدالت دفاع کردن. اینه که اینا با اصل عدالت مخالفن، نه اینکه عدالت رو هم حتی بگیم خودی اونو خودی. اصلا موقعی که کسی بی عدالتی میکنه یعنی با خود اصل عدالت مخالفه. حکومتی هم که عدالت رو قبول نکنه زیر بناش خیلی سست میشه و نهادهای بین المللی در کنار مبارزین داخلی و اطلاع رسانی ملی امثال من و شما و رسانه های آزاد پا به میون خواهند گذاشت، به شرطی که ما پایداری کنیم، پیگیری کنیم، این اخبار و اطلاعات رو منظماً به نهادهای حقوق بشری برسونیم و از اونا بخواهیم که در کنار مسئله انرژی هسته‌ای، مسئله حقوق بشر، حقوق کارگران، حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق مردم ایران هم فراموش نشود و بدانند که مردم ایران نمایندگانی برای این احقاق حقوق دارن و میخوان. آقای حسنلوی عزیز، ستاد مبارزه با مواد مخدر آماری رو منتشر کرده، آمار غم‌انگیزی است و خبر از این میده که 30 تا 35% کارگران در مراکز صنعتی ایران معتاد هستند. یک، این آمار تا چند اندازه قابل اعتماده و دو، علل و اسباب اون و سه، چه باید کرد برای رفع این معضل؟ کارگران ایرانی بخشی خب در بیکاری مزمن به سر میبرن و گروهی متاسفانه در بیحقوقی مزمن به سر میبرن، گروهی نیز بخورنمیری که میگیرن، بخش بزرگی از این گروه اخیر هم اعتیاد. چه باید؟ موقعی که یک جامعه ای به این وضعیت وحشتناک افتاده که فقر، فلاکت، نداری، بیکاری، گرسنگی، همه اینا دست به دست همدیگه داده، طبیعی است که توی یک چنین جامعه ای شما آمار فساد رو به بالاتری حدش میبینید. خود آقایون آمار دیگه ای هم دادن که بیشتر از این آماری که من میگم آقای رحیمی مقدم رئیس نیروی انتظامی داد بس. که بیش از 9 میلیون مصرف کننده مواد مخدر ما در ایران داریم. خب این 9 میلیون مواد مخدر، 9 میلیون نفری که مواد مخدر مصرف میکنن، به نسبت جامعه ما فکر کنم تقریبا مواد یعنی مقام اول دنیا میشه. حالا ماجرا این است که زیربنای استفاده از مواد مخدر از کجا به وجود میاد؟ به نظر من از همین به اصطلاح بحث بی‌عدالتی، از همین جایی به وجود میاد که مردمی که ناامید میشن، مردمی که سرکوب میشن، مردمی که بیکار میمونن، مردمی که مزایای اجتماعی ندارن، مردمی که امکان استفاده از تفریحات مجانی ندارن، مثلا سینما، تئاتر، پارکای آزاد، آزادی ندارن، دخترها پسرها یه جنس برن برقصن بخونن مثل کشورهای اروپایی آمریکایی آزاد، که اون انرژی درونیشون تخلیه بشه، کار داشته باشن که از صبح تا غروب سر کارشون باشن، بعد از کارشون هم برن یه محیط سالم یا آموزش بیشتری ببینن یا فیلم ببینن یا تئاتر ببینن یا یه کنسرت موسیقی گوش کنن یا اصلا برن توی پارک آزاد قدم بزنن، گفتگویی بکنن. هیچ کدوم از اینها رو ندارن، ناامیدی بر اونا چنبره میزنه. برای اینکه به نوع خودشون رو تخلیه بکنن، این فضای مواد مخدر رو هم برای اینها به وجود میارن. اگر کارگران به عنوان آماری بالاترین سطح بدبختی و آمار گرفتارشن، چون در بقیه مسائل هم همین کارگرها هستن که آمارشون بالا، در مرگ و میرهای جاده‌ای، در حادثه ضمن کار، در کشته شدن به هنگام انفجاری که توی معدن یا جای دیگه میشه که دارن جاده سازی میکنن، مسئله اساسی اینه. این آمار اگر به این سطح بالاست، دقیقاً این آماری است که گریبانگیر کل کشور ماست. اگر اون 9 میلیون نفر رو تقسیم به خانواده‌ها بکنیم، هر خانواده رو 4-5 نفر بدونیم، یعنی میشه نیمی از جمعیت کشور مستقیماً درگیر مسئله مواد مخدره و این کاری که حکومت خودش کرده. خانواده‌ای که یک معتاد توش باشه دیگه نمیتونه به مسائل دیگه بپردازه، فقط حل مسئله اون معتاد و درگیری‌هایی که اون معتاد ایجاد می‌کنه به خاطر اعتیادش
تو هر خانواده و هر جمعی اصلا اساس اون خانواده رو برهم میریزه. اینه که من این رو هم، یعنی معتاد شدن زیاد جامعه رو هم جزء سیاست های خود حکومت میدونم که حکومت میخواد این وضع باشه. ببینید آقای حسنلو، شما اشاره کردید به 9 میلیون، گیریم که این آماری که میدن در ایران دقیق همون 9 میلیون و بیشتر نیست. به طور متوسط هر کدوم 10 گرم مواد مخدر، حالا انواع و اقسام هست، من یه گزارش میخوندم که در اون گزارش میگفتش که دیگه شیشه که بنده اصلا نمیدونم چی هست، این دیگه جزء مواد کلاسیکه، حالا یک چیزای عجیب غریبی هم اومده که دیگه هرچی هست. 10 گرم حساب بکنید دیگه، 9 میلیون 10 گرم میشه 90,000، 90 میلیون گرم دیگه نیست، میشه 90 تن. 9 میلیون 6 تا صفر داره، بله. یه 10 بهش اضافه میشه میشه 90 میلیون، 1,000 گرمش میزنیم میشه چقدر میشه؟ 90,000 کیلو میشه، 90,000 کیلو میشه، بله. 90,000 کیلو میشه 90 تن دیگه نیست؟ بله بله 90. خب روزانه 90 تن، این حداقل هست، ضرب داره هفته و ماه بکنی. یک تناسبی وجود داره در مراکز بین المللی مربوط به این کار که از یه میزانی که میره بالا، قدرت هایی که باید اینو تولید کنن و توزیع کنن و صادر کنن هم میره بالاتر. یعنی اگه مثلا 0.5 کیلو مثلا تریاک هست، خب اینو در یه دهی یه گوشه میشه تولید کرد، ولی اگه رسید به 100 کیلو تریاک در روز، لابد کت خدا هم دستندرکار هست و بقیه هم دستندرکار هست. و اگر این 100 کیلو در روز رسید به مثلا 5 تن در روز تریاک، استاندار و فرماندار و همه اینا لابد در خبر هست، همه نه یه روز، نه دو روز، نه سه روز، نه چهار روز، نه یه سال، نه دو سال، نه چند سال. مثل مواد مخدر در افغانستان که از ایران ترانزیت میشه. بنابراین نقش دولت ها برای همچین تولید و مصرفی انکارناپذیر هست، همونطور که دولت برمه در این کار در کشورش سالیان سال درگیر بود و حتی جنرال های برمه، و همینطور که روحانیت شیعه حاکم در ایران، حکومت دینی ایران دست اندرکار هست و مرتبط هست از کسانی که در اون پشت ترها نشستند، امثال اردبیلی ها که در نخست چنین بودند و بقیه که اکنون در ویترین حکومت هستند. به هر حال برمیگردیم به سخن اول. جامعه جهانی، نهادهای مربوطه در جامعه جهانی، آقای حسنلوی عزیز چه اقداماتی رو موظف هستن انجام بدن در برابر کشته شدن جمال حسینی که اطلاعات تا به حال به دست آمده نشون میده که فرستادگان جمهوری اسلامی در این قدر دست داشتن؟ ما بی اساس نمیگیم، اطلاعات تا کنون تایید شده و پس از این اطلاعاتی به دست بیاد حتما در اختیار شما قرار خواهیم داد. نهادهای بین المللی چه خواهند کرد، چه خواهند گفت؟ یک روزنامه نگار ایرانی در غربت ترکیه، در گوشه خانه غم‌انگیزی که در غربت داره، مثل بسیاری دیگه از عزیزان ما در ترکیه و جاهای دیگه، به قطع میرسه. وجدان جهانی کجاست؟ من حالا در تکمیل فرمایش شما بگم که خوشبختانه خانه جمال خانه غمگینی نبود، خونه شادی بود، چون خونه مبارزه بود. در اونجا 24 ساعته اخبار، اطلاعات، دوستان می آمدن، می رفتن، همکاری می کردن. انقدر این انسان توانایی داشت که می تونست همه اطرافیان خودش رو، همون پناهجوها رو هم، به فعالیت و دفاع از حقوق بشر هر کسی، حتی یه تایپ هم کسی می تونست بکنه، کمک ازش بگیره و کمک بکنه. و مسئله فقط جمال نیست، الان با توجه به سیاست های دولت ترکیه، وضعیت تمام پناهجویان ایرانی که به شکل جدی در رابطه با حقوق بشر و حقوق مردم دارن مبارزه میکنن و افشاگری میکنن و کمک میکنن به کسانی که در داخل ایران هستن، تحت، یعنی واقعا احساس خطر من براشون میکنم. از جمله همزمان با اینکه آقای
جمال حسینی این اتفاق براش افتاد، همون شب همون روز خانم دیگه ما اونجا داریم که بسیار فعال هستن و توی سایت های فیسبوکی و مراکز حقوق بشری شناخته شده هستن که جزو همکاران همین دوست ما به شکل غیر مستقیم بودن، خانم فرشته ناجی حبیب که ایشون هم خبرنگار بودن و چند سال زندان و شکنجه کشیدن، خانم فرشته ناجی حبیب هم همون شب چند تا مامور اطلاعاتی که به زبان فارسی و انگلیسی صحبت میکردن در شهر آنکارا جلوی خونش رفتن و به نوعی همزمان با اتفاقی که برای جمال افتاده ایشون رو هم تهدید میکردن که ایشون روی صفحه فیسبوکی خودش خبر اومدن اونها رو منتشر میکنه همون ساعت بعد از نیمه شب و با پخش خبر فیسبوکیش که دوستان دیگه بهش تلفن میزنن تماس میگیرن، اون افراد ساعت 4 صبح جلوی اون خونه‌ای که این خانم اونجا زندگی میکنه رو ترک میکنند و میرن و مثل خانم ناجی حبیب و مثل جمال عزیز ما در ترکیه زیادن بچه‌هایی که الان دارن با نهادهای حقوق بشری همکاری میکنن، اطلاع رسانی میکنن، چون اونجا به ایران نزدیکه از امکانات اونجا برای نقل و انتقال و کمک به حتی آمدن خیلی از دوستان به بیرون از کشور و کمک به جان اونها حتی دارن کمک میکنن، فعالیت میکنن و الان جان همه اینا در خطره و من شما و همه کسایی که دسترسی به هر جایی داریم بایستی از نهادهای حقوق بشری بخوایم که برای نجات جون این عزیزانی که اونجا فعال هستن هر چه بیشتر فشار بیارن و کمک بخوان که اونها رو زودتر از ترکیه خارج کنن و به کشورهای امتری برسونن، هرچند که با پول یا مفت نفت که دست این حکومت هست همه جای دنیا رو ناامن اینا کردن و داستانهای ترور در خارج از ایران و در اروپا بسیار زیاد بوده و آمارش هست و شما بهتر از من میدونید. اینه که ما از نهادهای بین المللی باید خواهان این باشیم که هم توجه بیشتر بشه به این پناهنده ها پناهجوها، هم خروج هرچه زودتر اونها از حیات خلوت اطلاعات در ترکیه که الان دولتش هم اسلامی شده و خیلی با دولت اسلامی ایران همکاری میکنه و جان همه این بچه ها در خطره. آقای حسندو به طور مختصر بفهمه، ببینید حکومت دینی ایران، حکومت ملایان شیعه در ایران آخرین ریال اعتبار مرجعیت رو خرج قدرت سیاسی خودش کرده. فراموش نمی کنیم که آیت الله خمینی یک روز گفت برای حفظ حکومت ما حتی میتونیم واجبات رو تعطیل کنیم، از جمله نماز و روزه رو، حرفی که ایشون زد. در برابر هستند کسانی که روحانیون غیر دولتی خونده میشن. سکوت اونها رو شما چطور توجیه میکنید؟ هرچند که در میون همین روحانیون کسانی هستند که با صدای بلند حرف خودشونو زدن، آقای کاظمنی بروجردی نمونه مشخص اونها هست، در زندان هست، سالیان سال هست، زیر شکنجه قرار گرفته، تأکید کرده که جدایی دین از حکومت برای حفظ اعتبار دین و برحال حرمت دین این حرفی است که زده. حالا این حرف خوشبختانه پیامدهای مثبتی داشته، بسیاری در داخل ایران و در خارج از ایران توجه کردن و تحت تاثیر قرار گرفتن. اشاره هم کردم در برنامه‌ای که گروهی هم از هواداران ایشون، از کسانی که تحت تاثیر حرف ایشون بودن، حالا گیرم با عناوین مختلف فرق نمی‌کنه، سکولار دموکرات از شاعر گرفته تا پژوهشگر و نویسنده و تحلیلگر که اخیراً یا به تازگی هم جلساتی خواهند داشت در اروپا، جمع خواهند شد. اما بقیه روحانیون غیر دولتی کجا هستن در برابر این اتفاقاتی که میفته؟ مشکل اساسی همینه دیگه. اونها هم چون در این 30 چند سال به نوعی در حکومت شریک بودن، سهیم بودن، هر کدوم امکاناتی به دست آوردن و الان هم در یک رفاهی به سر میبرن که مردم اون رفاهو ندارن، خود به خود دهنشون بسته شده و نمیتونن با شجاعت جلوی این سیستم حکومتی وایسن و دین رو از حکومت جدا کنن. مشکل اینه خودشون هم در این 35 سال در شکل‌گیری این اوضاع نقش داشتن، به همین دلیل ساکتن و جرئت نمیکنن که بایستن و از حق فردی خودشون لااقل دفاع کنن. یعنی ولی به هر حال هستن، شما معتقد هستین که وجود دارن؟ بله وجود دارن، به نظر من هستن و دیدم خیلی هاشونو. نمونه شاره نمیخوام برم تو بحث سیاستش چون طولانی میشه، همین آقای کروبی که به هر حال آخونده، خودشم تو حکومت بوده ولی اونم الان
سه سال به حالت مریضی و بدبختی و گرفتاری توی حصر به سر میبره. بله ایشون خب یکی از پایه‌گذاران حکومت بودن. من کسانی رو میگم که نه اجازه بفرمایید. من حرف من این هستش که کسانی که در این حکومت بهره مند نیستن. یعنی از نخست نبودن. نوشی گرفتن. دخالت نکردن. وگرنه به هر حال هر کسی هم هست، آقای کروبی اگر کار مثبتی کردن به هر حال قابل احترام است اون بخش کار مثبت، ولی بسیاری بودن که در حکومت بودن حالا به دلایلی کناره گرفتن، اون یه بحث دیگه است. اونا متاسفانه هرگز از زبانشون نشنیدیم که با صدای بلند اساس ظلم رو محکوم کنن. شیوه متفاوتی رو برای حفظ چارچوب ظالمانه ای که در ایران حکومت میکنه پیشنهاد کردن، رنگ و لعابی احتمالاً دموکراتیک. به هر حال میگم هر کسی کار خیلی برای مردم و کشور کرده محترم خواهد. اما روحانیون غیر دولتی، اونها هم شما معتقد هستید که وجود دارن؟ اما بله دو هستن، ولی صداشون به جایی نمیرسه چون امکانی در اختیارشون نیست و همونها هم از نظر من زیر فشار شدیدی هستن مثل بقیه جامعه و چه بسا شدیدتر، چون ممکنه چون خودشون هم هملباس آقایون هستن اگر صداشون بلند شه مثل همین آقای کاظمینی که شما گفتید مرکز یک تجمعی بشن و به همین دلیل روی اونها فشار خیلی بیشتره به نظر من. بله مثل همین آقای کاظمینی بورژدی که اشاره کردیم روشن اومد بنده خدا حرفش رو زد. بله این باید از حکومت جدا باشه. این تنین انداز بود این حرف در تاریخ معاصر ما از صدر مشروطه تا به امروز. به حال سپاسگزار هستیم آقای حسانلوی گرامی، با سپاس بسیار از شما و با آرزوی بهروزی برای همه کارگران ایران، خانواده های اونها و امید به اینکه روزی سفره آبرومند شایسته خانواده کارگری داشته باشن، چون کارگر همه ما میدونیم در همه جای جهان اساس و سازنده جامعه هست. بدون کارگر یعنی هیچ در هیچ جامعه‌ای، و به همین دلیل در کشورهای پیشرفته آقای حسانلو بهتر از بنده میدونن، شاهد بودن از نزدیک، کارگران بر سر مردمان و نظام جای دارن. سندیکاهای کارگری در آمریکا، کشورهای اروپایی چنان قدرت‌هایی دارن که با حرفا نه اینکه بزن و بزن، تظاهرات و اعتصاب‌ها دولت میبرن، دولت میارن و دولت‌ها از جمله مجری خواسته های اونها هستند، خواسته های عادلان. امیدواریم روزی چنین باشه و کارگران ایران به حقوق شایسته خودشون برسن که قطعاً در آبادانی ایران و آینده ایران نقش خواهد داشت، بهبود زندگی کارگران ایران. آقای حسانلو سپاس از شما. سپاس از شما که از حق کارگرها گفتید و اساسی ترینش داشتن حق تشکل و سندیکاهای آزاد هست که اون وقت اون آرزویی که شما و من و همه داریم حتما عملی خواهد شد اگر این سندیکاها و تشکلهای آزاد شکل بگیره. با درود بر شما و همکاران و همه مردم ایران سپاسگزارم. با امید به برآورده شدن آرزوی همه کارگران ایرانی و فرزندان عزیز اونها که آینده خوب و خوش داشته باشند، آینده روشن. تا لحظات دیگه پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با شما هستیم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. خبرها در این بخش چندان دلنشین نیست. نخست این که برخلاف پنجشنبه های گذشته در این شماره از تفسیر خبر آقای علیرضا رضایی با من و شما نیستند. مسئله دزدی و به سرقت رفتن آپارتمان ایشون، نه خود آپارتمان، محتویات آپارتمان تنها نیست و پیامدهای اون، بلکه دندان درد بسیار شدید و ساعتی پیش که با من صحبت میکرد وضعیتشان چنان بود که من بلافاصله آرزوی شفا براش کردم و آرزوی این که هرچه سریعتر خودش رو به یک دندون پزشک
شایسته و لایق و کاردون برسونه. و ما دور از خبر دندان درد آقای رضایی، علی رضا رضایی عزیز که خوشایند نبود، یک خبر ناگوارتر، به مراتب ناگوارتر داریم، این که درباره افت انتشار یا خرید کتاب یا فروش کتاب هست در ایران. رقمی رو که من امروز در خبر دیدم از چند جهت باعث تأسف بود. یکی این که به هر حال ایران با سابقه ای که داره در زمینه مسائل فرهنگی، مردمان ایران خودشون رو با فرهنگ ترین مردم دست کم در منطقه میدونن. این ادعا تا چه اندازه دقیق هست باید روزی شاید بررسی کرد. به هر حال همه ملت ها دارای فرهنگی هستند، کم و بیش نزدیک به هم در چیزهایی و در بسیاری چیزها از همدیگه دور. اینی که چه ملتی با فرهنگ تر هست و چه ملتی نیست، این بحثی است طولانی، ولی همه ملت ها دارای فرهنگی هستند. اما یکی از شاخصهای فرهنگی در ملت ها تیراژ کتاب هست. تیراژ کتاب در ایران از 11,000 که در سال 1358 بوده طبق آمار رسمی خودشون، متاسفانه به 2,000 و زیر 3,000 رسیدی، که تازه 11,000 هم تیراژ بالایی به هیچ وجه نیست. به هیچ وجه تیراژ 20,000 برای جمعیت حتی 36 میلیونی بعد از انقلاب هم تیراژ بالایی نبود. باید به این اضافه بکنم که تأسف عمیق‌تر خواهد شد که در طول تاریخ معاصر ما هرگز ما نویسنده و شاعری رو سراغ نداریم که از طریق فروش کتاب‌ها و آثار خودش زندگی بکنه. من نمیگم زندگی بسیار بسیار با شکوه، اما زندگی مرفه و شایسته یک نویسنده. هیچ نویسنده ای رو در تاریخ معاصر ایران و ما سراغ نداریم و هیچ شاعری رو، بگذاریم از تاریخ گذشته که شاعران به هر حال در حامیانی داشتند، چه در دربار زمان در طول تاریخ ایران و یا امیران یا اون داستان، این رگز تاریخ فرهنگی ایران به هر حال مشخصات خودش رو داره. اما در تاریخ معاصر ایران ما حتی علی اکبر خان ده خدا نیز که اندیشمند و مرد بیمانندی بود، انسان بیمانندی بود، در تدوین فرهنگنامه ایران کار فرهنگستانی رو کرد که صدها کارمند و کارگر رو عرض کنم خدمتون باید می بودن و چنین می کردن و این شخص به تنهایی انجام داد، هم به هر حال وضعیت چندان خوشایندی نداشت. این نکته، نکته بسیار غمگین کننده بود، افت تیراژ کتاب از 11,000 تا در 58، این آماریش که دادن در روزنامه شرق هم منتشر کرده از جمله، و باعث تأسف است. گفتم همون 11,000 تا هم آمار، یعنی تیراژ بالایی نیست، همچنان که 2,000 یا 3,000 کتاب در سال، فروش کتاب در سال واقعا بسیار تیراژ غم‌انگیزی هست. نکته دیگری که در خبرها برای من بسیار غم‌انگیز بود، این داستان تفکیک جنسیتی هست که همچنان نه تنها در شهرداری تهران، در بسیاری از جاها از پس از انقلاب آغاز شد و همچنان ادامه یافت تا به امروز رسید. گفت، بارها اشاره کردم، بنیاد سعدی حرف دلنشینی داره، این که بنیاد ظلم در آغاز اندک بود، هر که آمد مزیدی بران کرد تا بدین قایت رسید. یا توسری یا روسری، همراهی سازمان‌های سیاسی همچنان فعال در اون زمان، در رأس اونها حزب توده، شاخه شناخته شده KGB، سازمان اطلاعاتی شوروی وقت در ایران، فدایان خلق و حتی کسان نهضت ایران، نهضت آقای مهندس بازرگان و همراهانشون، امثال صحابی ها، بقیه. خب وقتی که اعتراض کردن در بانوان ایرانی در برابر نخست وزیری آقای بازرگان برای حجابی که تحمیل می شد، ما دیدیم بسیاری که
همراه دولت و آیت الله بر قدرت تکیه زده آیت الله خمینی چماق در دست گرفتند و بر سر بانوان ایرانی زدند که حجاب مسئله فرعی است، ما الان گرفتاری های بسیار داریم، بر سر کنید، مشکل پیش نخواهد آمد. و آن مشکلی که قرار بود پیش نیاید به اینجا رسید که امروز بانوان ایرانی اجازه کار ندارن در میهن خودشون، آن هم با نقاب ریاکارانه ای که به خاطر خود بانوان و آسایش اونها هست. چه اهانت ها بر بانوان ایرانی رفت تا این سالها در خیابان ها و در خانه ها و در مدارس و ادارات. همه شما عزیزانی که آن سو نشستید و مرو در خونه خودتون در کنار خودتون پذیرفته اید بهتر از من و ما میده. و اما در منطقه میدونیم که بسیار آشوب هست، بسیار اوضاع در جریان هست. این حرف آقای محمد جواد ظریف که حکومت اسلامی ایران میتونه الگویی باشه و ما در قوانین خودمون بسیار نکاتی داریم که میتونه راهنمای بشریت باشه، وزیر خارجه حکومت فقیه در تهران چون این حرفی رو اخیراً زده، قابل توجه هست از این بابت که ببینید در منطقه ما الان انواع و اقسام برداشت های مختلف از اسلام داریم، از داعش بگیرید، جبهه النصر بگیرید، در سوریه بگیرید، در لبنان حزب الله لبنان رو بگیرید، انصار الله رو بگیرید، طالبان رو پیش از اون بگیرید، القاعده رو و و و همینطور و فدایان اسلام، اخوان المسلمین، همه اینها اما میبینیم در یک چیزی شریک هستن، این برداشت های متفاوت یا به قول گروهی از حکومت کنندگان فعلی یا کسانی که از حکومت جدا شدن رو دستشون زدن و از قطار پیادهشون کردن، به اصطلاح قرائت های مختلف از اسلام جاری و ساری هست، آخرینش این داعش هست که میبینید چه کرده. اما در یک چیزی متاسفانه مشترک، در نگاه به انسان، بی حرمتی به انسان، تحقیر انسان، همه مشترک هست و ما میبینیم همونطور که داعش چنین و چنان کرد در عراق و در سوریه و پیشتر از اون طالبان در افغانستان دیده ایم و دیدیم بسیار که چگونه بر مغز بانوی در میدون زمین فوتبال گلوله شلیک میکنه و جاهای دیگه، و القاعده دیدیم چکن، تفاوت چندانی نداره، اعدام های نخستین پس از انقلاب. آنچه که همین دیروز یا پریروز در کرج گذشت، به دار کشیدن انسانی در کرج و به تماشا ایستادن. بنگرید ببینید در تصاویری که هست میبینید انسانی رو وقتی قرار بکشن که قرار نباید باشه بکشن، شیوه کشتن اون و هر حال چندان تفاوتی نمیکنه. چه تفاوتی هست بین آنچه که در کرج میگذره و آنچه که در عراق میگذره؟ تفاوت در یک مورد جزئی هست، اینکه این در اعدام داعش کمتر کسانی رو به تماشا میبینید، ولی در اعدام انسانها در ایران میبینید که بسیارن، میرن جا میگیرن، همه شما میدونید، و منتظر تماشای جان دادن انسانی هستن بردار. متاسفانه این جلوه ای هست از آنچه که آقای محمد جواد ظریف، مرد همیشه خندان ولایت فقیه، جلوه ای هست از حکومتی که او معتقد هست میتونه الگویی باشه برای جامعه جهانی و برای بشریت و راهگشا باشه، به دار رفتن آدمیان در میادین و آنچه که در خلوتگاه ها میگذره در ایران. خلوتگاه که میگم به معنی زندان ها هست،
شکنجهگاه ها هست و جاهای دیگه ای که همه شما اخبارشو دارید. قربانیان بسیار از جمله ستار بهشتی و بقیه. و اما آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها، مشخصا سازمان حماس، جنبش اسلامی، حرکت اسلامی حماس، مقاومت اسلامی یا حماس، همچنان برقرار هست خوشبختانه و صدای تیر و تفنگ و شلیک موشک و هواپیماهایی در منطقه شنیده نمیشه. مذاکرات قاهره نیز به طور غیر مستقیم میان اسرائیلی‌ها و هیئت فلسطینی در جریان با وساطت مصر. کشته‌ها در اخبار دارید، نزدیک به 1900 فلسطینی و 64 نظامی اسرائیلی و 3 غیر نظامی اسرائیل. از پیامدهای این حکایت بگذاریم، از اینکه چرا به وجود اومد، کی به وجود آورد، انگیزه چه بود، که همه انگشت های اتهام در دنیای عرب هم متوجه سازمان حماس هست. افراط اسرائیل در پاسخگویی به اقدامات حماس هم مورد نکوهش، همونطور که شهرکسازی دولت بنیامین نتانیاهو اجازه دادن برای شهرکسازی در مناطق فلسطینی مورد نکوهش. اینها بحث های وقت بیشتری میطلبه. اما یکی از پیامدهای این قضیه این بود که اخبار سوریه به فراموشی سپرده شد. در این مدت خبری از سوریه نبود، در هیچ خبرگزاری مهم اخبار سوریه دیگه در صدر اخبار نبود. در همین مدت که بیش از 1900، کمتر از 2000 انسان فلسطینی کشته شدن و 67 اسرائیلی، در سوریه بیش از 2000 نفر کشته شدن. انسان انسان است در هر کجا که هست. نه خبری بود، نه مسئولان حکومت ایران سینه به تنور چسباندن برای قتل مردمان سوریه. کودک فلسطینی، کودک اسرائیلی، کودک آفریقایی و آمریکایی و ایرانی، همه فرشتگان خداوند هستند بر زمین و کودکان ایرانی مقدم بر همه طبقات در ایران. دولت موظف است که متاسفانه میبینیم بیش از 2 میلیون از اونها در خیابانها میخوابند. گفتم مقدم بر همه طبقات در ایران، که متاسفانه آینده روشن در برابر خود ندارن. امیدواریم روزی روزگاری کودکان ایرانی، کودکان اسرائیلی، کودکان فلسطینی، افغانی و همه کودکان جهان در دنیای زندگی کنند برخوردار از صلح و همزیستی، در کنار هم، با هم و برای هم، با تکه و شناخت بر این حقیقت و واقعیت که همه ما ساکنان کره هستیم، کره چرخان در مجموعه هستی که سر سوزنی بیش نیست در برابر آنچه که در این بی نهایت هستی میبینیم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.